میخوام من از تو بدوزن. پسره سنگین نفس، نترس بخور. نبات ریختم تو شیرینه. من میگم نخواه تو مریضی و غریبی بلش کنم بابا. پس اینجوری شاید مجبور بشی من رو. همسرم آتنه در پخش و توزیع مواد مخدر با من همکاری داشته. بنویس بابا ننه نداری بمونه خونه دخترمو، نوه منو بذاری سر سفره یک کسی دیگه. بابام زنده است، برگشته. دچار فراموشیه، دچار پریشانیه. سلام. سلام. نرو. چشه؟ دریاک حل کردم تو چاییش. چیکار کردی تو؟ من همیشه شما، من باباتم و شما، برات جون میدم، پس ازت توقع احترام دارم، فهمیدی؟ بله بابا استوار. فروغ حریف قدریه واسه تو، حریف قدر رو باز ضعیفش کنیم، اگر نمیبازی بهش تریاک ضعیفش میکنه، حرف گوش میکنه، بردش میکنه. این راه نگه داشتنشه، اگر نه ولت میکنه میره، اون وقت تو میمونی گردن من با یه عالمه آه و ناله و فقط که من اصلا حوصله‌شو ندارم. یاد بگیر این چیزا رو بچه، بلد شو از خودت مواظبت کنی. همیشه که استوار برا سرت نیست هوا تو داشته باشه، فهمیدی؟ بله استوار. بالم دیدی گفتم حالت خوب میشه؟ حالا اون کلیدو از زیر پات بردار بیا بده. سلام بابا، سرت چی شده؟ کدام دیوونه خونه هست؟ نمیای؟ نه نمیام تو، فقط بگو کدام دیوونه خونه هست. میخوای بدونی که چی بشه؟ مگه من به شما نگفتم پیش داداشت باش؟ آتنه آوردش. کجا بودین شما ما نگران شدیم؟ من میدونم اشتباهات زندگیم چیه، کجا خوب بودم، کجا بد بودم، کجا متوسط بودم، میدونم، عالمم بهشون. میدونی الان کدوم دورانمه؟ دوران خوب بودنم. حالا از آتنه بپرسی میگه هیولا، ولی من چی کار کردی که میگه هیولایی؟ وقتی منیر مرد تو زندان سعی کردم خودم رو خلاص کنم، چون زندگی بدون منیر اسمش زندگی نبود، اسمش زندگی نیست. برای خلاص کردن یه خورده زیاده روی بود، میدونم، نه؟ منطق پشتش نبود، احساس پشتش بود. آتنم الان رو احساسه. چیکار کردی با آتنم؟ برگردوندمش. چجوری؟ استوار رو دیدی از وقتی برگشته؟ پسرش بهم گفت. پسرش اسم داره، شوهر من.
اسمش هم علیاره. این ازدواج سوریه. سوری چه؟ شما که صلح کرده بودین، دعوتمون کردین بیام خونتون. او زنده است، استوار زنده است، زنده است. میدونم، ولی رفتش به علیا چیه؟ ازش بچه دارم، دوستش دارم. اصلا نمیگفتی دوست دارم؟ داشتم. پس کدوم بش؟ چه حاصلی داشت برات؟ حاصلش علیاره. اصلا سربالایی بود، علیار سرازیریه. اون ناخوشی، این خوشی. خوشیه که اینطور زیر چشت گود رفته؟ چی کشونده شما رو اینجا بابا؟ چند تا چای دیگه جلوت بذارم سرچه تا بگی اصلا مطلب چیه؟ آدرس استوار؟ نمیدم. من دیوونم آدرس استوار رو بدم بهت. بری دنبالش که چی بشه؟ بشه قاتل؟ اصل مطلب اینه که میخوام زندگیمو جمع و جور کنم. زندگیم بچه ها من. میخوام بابا خوبه بشم. این دوتا ازدواجت هلاهل بود. طوله هاشونو بنداز جلوشون، بیا زیر پرابال خودم. اصل مطلب اینه که وقتی خیالم از شما راحت شد، نوبت استواره. استوار خل شده؟ من بچم؟ خرم؟ منم باور نمی کنم. ولی منو باور کن. بعد روزی اومدی بابا، بعد روزی اومدی که باورت کنم. باباشون قاتل مادرته. مامان سکته کرد. سکتش دادن. میدونم، ولی چه رفتی به علیار داره؟ اصلان، علیار، استوار در شأن تو نیستن، در شأن من نیستن. تا دیشب میخواستی بیایم پیشت با همین علیار. آره، تا دیشب استوار مرده بود، ولی حالا دیگه نمیخوام دخترم با پسر زنده استوار زندگی کنه. گرگ زاده عاقبت گرگ شود. چرا نمیفهمی فروغ؟ میگم همه دارو ندارم یه طرف، تو هم همون طرف، ولی نه با این بچه ها. مرگ من کاش میرسید در خروج و نشونه بابام نمیدارم که بفرمایید. اسم چهار تا الوار خونه نیست. واسه من هست. چی به سر جا طلبید اومده؟ چی به سر بلند پروازید اومده؟ بذار یه غلطی واسه بچه هم کرده باشم. برو کنم، فروغ تورید که نشده. فقط برو، بچه هم داره گریه میکنه. فقط برو. اون نوه استواره. اون بچه منه. خیلی خوب باشه. من نمیخواستم تورید بشه. من برو. اصلا من بد عالم. پاپ تو صورتم. فروغ عالم بده، از خودم حالم بده. پسرم اونجوری کنج زندان، تو این 40 متری کنج زندان. خدا، قرار من با زندگی این نبود. قرار نبود آخر عاقبت بچه هم به اینجا بکشه. چی شده؟ با مازد هم من رو انداد هم مامانو. کجا داری میری؟ میخوام حرف بزنم. با شعر زدتون زنمو زده، بچه‌مو زده. زن دخترشه. خب صدات بره بالا جلو در همسایه. خب داری میزدی زیر همه چی؟ من زیر چی زدم؟ بابا استواری هیچ کس تو نیست، هیچ کس من نیست. بابامه، تنهایی دستشویی نمیتونه بره، خودش کثیف میکنه، پرت و پلا میگه. بابامه، باشه کافر، ولی انسان که هست. ولش کنم فروخ خانوم، ولش کنم تو اون آسایشگاه تک و تنها. من که میدونم کسشم، پسرشم. مشکل چیه به پدرم برسم؟ مشکل چیه با چوب میزنی تو سرش؟ تو فکر میکنی اگه اون خوب شه دست از سر من تو بر میداره؟ فکر میکنی میذاره ما همینجوری زندگی کنیم دست از سر برات بر میداره؟ تو فروغ رو گرفتی، زن پسر عزیز دردونش رو. اصلا عزیز دردونش بود، هیچ وقت به تو فکر نکرد، اسم تو هم نیورد بیچاره. فرهاد ازمو میگیره، فرهادو به زور ازمون میگیره چون قول داره. اگه خوب شه فرهاد ازمون بدازه چی؟ تو میتونی از فرهاده بکنی چون میسمو داری. من اینجوری دیدی فرو خانوم؟ من اینجوری دیدی؟ جواب یه دونه سوالای منو بده. بعدم میاد زنم داد بزنه چرا همسایه.
نمیام خونه صبح. تو نمیدونی چقدر بد اخلاقه. داری مریضت پرده گوشمو پاره کرد. من نمیام خونه استاد. بین زن و بچه تو و پدرت باید یکی رو انتخاب کنی. بین تو و بابام باید یکی رو انتخاب کنم. یه انتخاب تو، یه انتخاب من. میدونی بابام امروز برای چی اینجا بود؟ میخواد ازت طلاق بگیرم. انتخاب من توی علی. استوار بدترین آدم دنیا تو بدترین روزای زندگی من بوده. تحقیر شدم. دست و پا بسته تو اتاق ول شدم. توی اتاق تنهایی زندونی شدم. تنهایی بچه به دنیا آوردم. استوار معتادم کرد و برام دست زد. برادرم قاچاق فروش کرد. پدر از همه جا بی‌خبرم قاچاق فروش کرد. استوار بدترین آدم روی زمینه. استوار معتادم کرد. استوار ذلیلم کرد. زندگی از وقتی زندگی شد که تو اومدی. شدی مرد من. واسه ثواب اومدی، شدی عشق. علیار پرستار مردی نشو که بدترین روزهای زندگی زن تو رقم زد. بگو برگردیم بریم روستا. برمیگردیم. بگو بریم جهنم زندگی کنیم. بریم جهنم زندگی. بگو جون میگم چشم. بگو درد میگم دردت به جونم. ولی استوار نه. وقت انتخاب علیار. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. استاد شلوغ نکنی ها. ما این من پول تو بزنیم.
اینو میشناسی؟ بله بله، همینجاست، داخله. بفهمین تو انقدر دویدی تا پدرت آوردی پیش خودت؟ داره ببین دخترم، نمیباید تو دو راهی میذاشتیش. پدره دیگه، خون خونو میکشه. اصلا عیبش چیه که هواشو داشته باشه؟ باباشه دیگه. ببینم چی کار میخوای بکنی؟ من اومدم اینجا تو راچار نشونم بدی. خب ناسلامتی بزرگترشی. علیار با استوار جور در میاد. ها؟ هم با بزرگ یار علی جور در میاد، استوار از علیار یه اسلان دیگه میسازه. علیار فرق داره. چه فرقی داره؟ خیلی. حالا که فعلا این اسلان چسبیده به باباش، زن و بچه‌ش هم یادش رفته. باباش آخی تو چطور مرد؟ فرهاد میثم کجا بردی؟ ببین دخترم، فرهاد بذار به حرف دومم برسم، ببینیم چیکار باید بکنیم. ما حرف اولت که اون بود، حرف آخرت هم معلومه. فرهاد، فرهاد کجایی تو بچه؟ فرهاد، فرهاد راه حل میخوای؟ دارم. من استوار میارم همینجا پیش خودم، خوبه؟ استوار اینجا باشه اونجا باشه، هر جایی دوره بر ما باشه خطرناک. خیال میکنی اگه بابای من بفهمه چیکار میکنه؟ خون به پا میکنه. استوار الان عقلش سر جاش نیست، هوشش سر جاش نیست. اگه عقل و هوشش بیاد سرش، خیال میکنه چیکار میکنه؟ میذاره من و علیار زندگی کنی؟ میذاره فرهاد این بچه زندگی کنه؟ فرهاد، 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 فرهاد. Thank you.
چی شد این بچه؟ کجا رفت؟ بچه رو ول کرده اینجا رفته. فرهاد این حالش خوبه؟ شب بخیر. بیا بخور بابا. بخور قرصتو. بخور بابا دیگه. بخور قرصتو. بخور بابا. بخور بخوابی دیگه. بخور دیگه. بیا. چیه کار بچه؟ یار مراد، فرهاد گم شده. خودت بیا اون سویچ موتورت هم ورده بیار. فرهاد! 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 کجای بابا؟ فرهاد! 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 این درن نبود. فرهاد! 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 الو سلام، شمایید معصوم خانم؟ سلام فرهاد، چند ساعته که گم شده. البته جای نگرانی نیستا. بابا سوار پاشو. بابا پاشو. بابا بدبخت شدم. با نشو بگی. بابا چرا با نن نمیشی؟ بابا. بابا نشو دیگه. بابا بیدار شو دیگه.
ترمینال، 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 ترمینال. خدا خیرتون. ببخشین ما ترمینال میریم. یه چند روز باید بابا تو قرض بدی به ما. بله؟ جدا کنین. اون به شما دروغ گفته. نباید مرخصش بکردین. اون سالمه. بابا من به کی بگم؟
کجاست؟ کار داریم ما. دست منو چرا بس؟ تو هم هر وقت چهار کلیتریا که از من گرفتی دستمو ببند. من باید تلفن بزن، نگران بچم. مسلمونی؟ میگم باید تلفن بزنم، نگران بچم هم. رفته بودین دنبال بچه، آقا علیار زنگ زد، من جواب دادم، گفتم چی شده. داره خوش میگذره اون بالا بهتا. کجایی تو داداش؟ عالیه داداش، کجایی تو؟ و پالگا میومدم این بچه رو تو راه پیدا کردم. مردی که کجا برده بودی بچه منو ها؟ بچه منو کجا برده بودی؟ برو بابا، پسر حسین یاره، پسر هر کی میخواد باشه. بابا علیار دروغه، نصف عمرم کردی تو بچه، کی به تو گفته بوده دون اجازه من بشر بدری ببری؟ من وسط راه پیداش کردم آش خانم. دروغه، گفت علیار واسهش قصه دره اسبا رو تعریف کرده. دروغش گفته بود، باش میرفت که اون وسط دروغش من... گفته بود. هی دروغ دروغ، قصه بوده. تو هنوز فرق قصه و واقعیت رو نمیدونی؟ واسه چی کشون میشی اینجا؟ اون علیار بدبه اصابا رو بوال گردنشه، شبیه راه میافته میاد اینجا. رسیده. چرا زدی تخت سینه پسر مردم؟ حسین یار نجابت کردی چی نگو؟ یه دهات انتر منتر این شدن که بچه منو پیدا کنن. یه خانم هیچ وقت نمیزنه تخت سینه مردم. خانم آقا نداره که بچه‌مه. آدم دلواپس میشه، عصبانی میشه. ساعت چنده؟ کی را افتاده؟ جواب نمیده که. معطل استواره. شبی که فردا اومدم اینجا ما استوار تو دم در خونه اومدم و لعیمت تو کاری با دنیا ندارم، هم بچه هم علیار. باباشو تو این حال روز ول کنه بیا، درسته؟ تو چه هیچ وقت ما هم موافق نیستی؟ من چه میدونستم علیار کیه؟ زیر کتک اصلان زندگی میکردم، چشم به دستش بود که جیره موادم رو برسونه که خماری نکشم، موادی که همین استوار گذاشت تو دامنم. تو خونه مواد قایم میکرد، هم به مواد وابسته بودم، هم مدام تنم میلرزید که الان میریزن تو خونه، صبح میریزن تو خونه، شب میریزن تو خونه، حرف میزدن پشت میشنیدن، بیشتر میزدن کتک میخوام. من چی میدونستم تو دنیا علیار وجود داره؟ زبون خوش و ادب و مهربونی وجود داره. حالا که فهمیدم دنیا علیار داره، مردی که به زنش میگه خانوم، شما نه پیر مرد، نه
انصاف برام مهم نیست، استوار برام مهم نیست، فقط علیار. دنیای من یعنی سه نفر: علیار، فرهاد و میزم. چه کسی خوشش بیاد چه بعدش بیاد. چهار رکعت نماز قضا میخوانم برای مرحوم سکینه چشم علی قربتن الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. و فی الآخرت حسنه. و فی الآخرت حسنه. و قنا عذاب النار. و قنا عذاب النار. الله اکبر. الله اکبر. جسد تاکی زنی بزن من عمل قصاب بیاد ببینیم دستم شکسته یا نه. باش ابو شاک، هر دو صبح پلاک ماشین رو عوض کن، فهمیدی؟ باشه باشه. آخ آخ، این یاردان قلی هم فکر کنم میشله. میشله که میشله درک. با منو بری بالا سر بشگاه، زمینو میکنی، درش بیاری، تحویلم میدی، فهمیدی؟ خاک تو سرت، خاکی کجا شل میزنه؟ یا بچه هم کاری نداشته باشه. یه چیزی شده که نه زنگ زده نه جواب میده، نرسیده اینجا. کجا برم دنبالش؟ سرخونه، بیمارستان، صابخونه. میگه من به قاچاق فروش جماعت خونه اجاره نمیدم. این دستا کار کرد با زمین و دین. یا لاغه باده کمکم کن. فروغ و طلاق میده کسی که بوری خونه جلو جلو میده که بعدش آدم بکشه لیاقت یاسی بشتره. نه من سایه به سایهش میریم بلکه عقلشون سر جوش. همینطور